سرخط خبرها. پیشنهاد مجلس نمایندگان برای جمهور بر معرفی سرپرستان نهادهای امنیتی پیش از گرفتن تصمیمش برای حضور به این مجلس. تلاش حکومت افغانستان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار بر حل موارد اختلافیشان. و هشدار رئیس جمهور آمریکا نسبت به بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا. با سلام بر شما بینندگان مجموعه خبری شبکه جهانی خورشید، امروز شنبه 4 ثور سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 اپریل سال 2016 میلادی. من سید فرید صنایعی هستم. رئیس جمهور غنی پیش از دیدار با اعضای شورای ملی باید نامزد وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی را معرفی نماید. رئیس مجلس نمایندگان با بیان این موضوع می‌افزاید حکومت باید قانون شکنی را متوقف ساخته و بروند سرپرستی در نهادهای امنیتی پایان دهد. از سوی هم شهروندان کشور از رئیس جمهور و رئیس اجرایه می‌خواهند تا اختلاف‌های خود را کنار گذاشته و این نامزدان نهادهای کلیدی را به زودی معرفی نمایند. همکارم انگیزه لطیفی گزارش می‌دهد. رئیس جمهور قرار است تا چند روز دیگر در نشست مشترک با هر دو مجلس شورای ملی به منظور بررسی اوضاع کشور و نبرد در برابر هراس افغانان و روند گفتگوهای صلح با گروه های طالبان رایزنی کند. اکنون رئیس مجلس نمایندگان از رئیس جمهور می خواهد پیش از آمدنش به شورای ملی نامزدان وزیر جنگ و ریاست عمومی امنیت ملی را معرفی نماید. در ارتباط با اظهار رأی و موقف جدی رئیس جمهور افغانستان در حالی که بنسیدگی شورای ملی افغانستان حمایت میکنند، مشروط به اینکه رئیس جمهور در اولین لحظاتش در رأس وزارت دفاع وزیر جنگ انتخاب بکند. بارها اعضای شورای ملی از رئیس جمهور خواستند تا نامزدان وزارت‌های دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را معرفی کند، اما ظاهرا او به این خواست شورای ملی پاسخی نداده است. خواهش ما قبل از ورود جناب رئیس جمهور به خانه ملت افغانستان باید وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را به ملت افغانستان به معرفی بگیرند. رئیس مجلس سنا نیز بر معرفی نامزدان این دو نهاد از سوی رئیس جمهور تاکید دارد. وای از مجلس نمایندگان می خواهد در صورت معرفی باید به آنان رأی اعتماد داده شود. باید وزیر معرفی شی. رشی او دولت سیرگینه او رأی واخلی د اعتماد او لرشی خپل کار شروع کی. شهروندان کشور از حکومت می خواهند با آغاز دوباره فصل نبرد نیروهای امنیتی و گروه های هراس افغان به ویژه طالبان به زودی نامزد وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی را معرفی نماید. منګه د خپل حکومت د رئیس جمهور او رئیس اجرائیه څخه دا غواړو چې د وزیر دفاع او وزیر د امنیت ملي پارلمان ته معرفي کړي. باید صادقانه افراد مسلکی و افراد کارکشته وطن دوست را در پوستا معرفی کنه تا ای که صادقانه در این پوستا کار کنه. هرچند پیش از این دوبار دو نامزد وزیر وزارت دفاع و شورای ملی معرفی شد، اما از سوی نمایندگان مجلس رأی اعتماد به دست نیاورد. در همین حال آگاهان نظامی نبود وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را از عامل‌های مهم ناامنی‌ها و ناهماهنگی‌ها میان نیروهای امنیتی می‌دانند. ISI رهبری طالبان را در دست دارد و به گونه مستقیم در تلاش ناامن کردن افغانستان است. فرمانده زون 303 اسپینغر می‌افزاید اسلام آباد هرگز به آرزویش که حکومت داری در افغانستان است نخواهد رسید. گزارش احمد شکیب را ببینید. از قدیم گفتند شکنبه گوش نمی شود، دشمن دوست نمی شود. پاکستان کشوری که گفته می شود هیچگاه خواهان افغانستان با ثبات و دوستی با این کشور نبوده است. چیزی که فرمانده زون 303 سپینغر به آن تاکید کرده و می گوید جنگ هایی که در کشور ادامه دارد از سوی استخبارات پاکستان رهبری می شود. پاکستان پوزیان مستقیم، در پاکستان ایسای مستقیم رهبری پلاس کلری در طالبان حکومت کبی. اما پرسش اینجاست که اسلام آباد برای دستیابی به چه اهداف خواهان افغانستان ناامن است. هرگز به دوی پراپانستان بندی کامیاب نیست دوی حکومت بکی. کشور پاکستان در تعهدات صادق نبود. در مذاکره میشش دیگه چیز میگفت، وقتی که میرفت دیگه کار را انجام میداد. و ای به نفع پاکستان هم نیست. رهبران حکومت وحدت ملی نیز پیش از این بارها اسلام آباد را به گسترش ناامنی در افغانستان متهم کردند.
چیزی که پاکستان آن را رد کرده و گفته است اسلام آباد خواهان افغانستان با ثبات است. سرانجام فرمان تقنینی رئیس جمهور به شورای ملی رسید. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به شورای ملی فرستاده شده و منتظر تصویب از سوی این شورا است. در همین حال یک عضو هیئت اداری مجلس نمایندگان میگوید این فرمان تا دو روز دیگر به کمیسیون عدلی و قضایی این مجلس سپرده خواهد شد. محرم علی مرادی گزارش میدهد. در پی انتقادهای شدید و پیهم اعضای شورای ملی و نهادهای مشاهد بر انتخابات، سرانجام حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر آوردن اصلاحات انتخاباتی را از بهر تصویب بر شورای ملی بفرستد. طرح تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی رسما به پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شده. امیدوار هستم که در آینده نزدیک پارلمان افغانستان سرش تصمیم بگیرد. هیئت اداری مجلس نمایندگان ضمن استقبال از رسیدن این فرمان به شورای ملی میگوید تا دو روز دیگر این فرمان به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان فرستاده می شود و در صورت ضرورت تعدیل های لازم نیز در آن آورده خواهد شد. فرمان در طی دو روز دیگر به کمیسیون زیربط که کمیسیون عدلی و قضایی است راجع می شود و در مورد از او در سال آخر یا هر سالی هیچ گونه قید قانون اساسی نگذاشته شورای ملی میتونند او تعدیل بیارن. کدام مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد. اما برخی از مسئولان نهادهای مشاهد بر انتخابات حضور رئیسان شورای ملی در ترکیب کمیته گزینش را بر تصمیم گیری شورای ملی در مورد این فرمان تاثیرگذار میدانند. آوردن رئیس سنا و رئیس ولسی را در کمیته گزینش خودش یک نوع امتیازدهی است. بنان به این باور هستم که شاید این مسئله این بار زیاد در پارلمان مورد توجه جدی وکلا که باز هم میره رد بکنه دیده نمیشه. فرمان تقنینی رئیس جمهور در حالی به شورای ملی فرستاده می شود که هنوز نهادهای مشاهد بر انتخابات ساختار کمیته گزینش را به دلیل حضور رئیسان شورای ملی و رئیس دادگاه عالی در این کمیته خلاف قانون اساسی کشور می دانند. فساد اداری، واسطه و تثبیت نشدن سن سبب شده تا شماره از مظنونان، متهمان و مجرمان بزرگسال در مرکز اصلاح و تربیت کودکان نگهداری شوند. در مرکز اصلاح و تربیت کودکان ولایت کابل 170 تن مظنون، متهم و محکوم به اعمال غیرقانونی زندانی اند. بر بنیاد قانون این نهاد جای کودکان متخلف است، اما ظاهرا دیده می شود که بزرگسالان نیز در اینجا زندانی اند. امید دولت‌زاده با اجازه بیشترین خبر. مرکز اصلاح و تربیت کودکان ولایت کابل، جایی که هنگام ورود در محوطه آن فکر می شود کسی اینجا نیست، خاموشی همه جایش را فرا گرفته است. اما اینجا مکان است که 170 کودک متهم، مظنون و محکوم به انجام اعمال غیرقانونی مورد آموزش و پرورش قرار دارند. در این میان 23 تن آنان را دختران زیر سن تشکیل می دهد. این بانوان که هنوز دردهای پنهان زیادی در دل دارند، هنگام سخن گفتن اشک در چشمانشان خشکیده و به همجنسانشان پیام‌هایی دارند. بسیار بد بودم. در اینجا که آمدم قدر پدر از مادر از هم مگیره فامیدم. در بیرون برآمدم بعد از او توسط افراد ناشناخته برم مشروب دادن. یعنی خشونت از طرف فامیل نبود، فقط فریب خورده یک تومت نا. در اینجا آمدیم بندی شدیم، از انتبال محکمه ایمام نشده ایست قیدام نگرفتیم. در سلول دیگر روانشناسی مشغول دریافت مشکل اساسی برخی از این بانوان است. خانمایی که مشکلات روانی اجتماعی داشته باشند ما هم را از اونا کار کنیم تا مثل یک عضو فعال جامعه دوباره به جامعه تقدیم شوند. این بانوان افزون بر فراگیری درس حرفه های را نیز می آموزند. اکنون راهی سلول مردانه این مرکز می شویم. در خوابگاه ها سکوت سنگین حکم فرما است، زیرا افراد آنها از بهر فراگیری دانش به صنوف درسی رفتند. یکی از محجوزان مرد از روی کرده وحشتناکی در این مرکز حکایت می کند و می گوید متهم در شب نخست حضورش در اینجا بالت کوب همسلولیانش روبرو می شود. یا قفبایی می زده شاید کار دیگر مکد ازیتش مکد با حساب ساتری خودشان دیگر. محجوزان سیاسی نیز در اینجا اند. این فرد طالب بوده و با نیروهای امنیتی کشور رو در رو جنگیده است. وقت از اینکه من رفتم مسئله شدم دو یک مسئله بخش می دادن و یک پرتله و بالاخره ما در یک چند جای ما بردن وظیفه اجرا کردیم و بعد از او در یک جنگ تقریبا دستی ما با می اردو بود دستی ما زخمی شد. رئیس مرکز اصلاح و تربیت کودکان ولایت کابل
درد دیگری دارد و میگوید تثبیت نشدن سن به گونه درستش آنان را به چالش کشانده و این موضوع سبب شده تا برخی از مجرمان بزرگسال در کنار زندانیان زیر سن در اینجا دوره حبسشان را سپری کنند. یک کسی که اگر که سنش بالاتر از 18 و 19 و 20 باشه میتونه تذکره بگیره، اونا میتونه تذکره پایین تر از 18 سال چی کنه، طبعا نمیکه پا وجود داره. شمار بیشتر از این کودکان که در اینجا نگهداری میشوند بر بنیاد فقر اقتصادی دست به اعمال غیرقانونی زده و به اینجا آورده شدند. آنان خواهان آموزش و پرورش هستند و از حکومت میخواهند در این زمینه با ایشان همکاری نمایند تا از کاروان معارف کشور پس نمانند. امید دولتزی، تلویزیون خورشید، دارالاصلاح کابل. برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند راه اندازی عملیات عمری از سوی طالبان به ویژه حمله پسین این گروه در کابل نماینگر بیمیلی طالبان بر روند صلح است و اکنون زمان آن رسیده تا کشورهای عضو نشست چهار جانبه در سرکوبی طالبان با حکومت افغانستان همکاری کنند. در همین حال حکومت افغانستان از مبارزه جدی در برابر مخالفان مسلح خبر داده و از کشورهای عضو این نشست توقع دارد تا با تعهداتشان در نشست چهار جانبه عمل کنند. شکیب مولوی‌زاده با اجازه بیشترین خبر. به تعهدات کشورهای عضو گروه هماهنگی باید جامعه عمل پوشانیده شود. برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند طالبان با راه اندازی عملیات عمری و انجام حمله هراس افغانانه اخیر در کابل نشان دادند که اهمیتی به گفتگوهای صلح نمیدهند. بنابراین بر کشورهای عضو نشست چهار جانبه است تا به تعهداتشان مبنی بر سرکوب آنانی که به صلح نمیپیوندند عمل کنند. کشورهایی که در نشست حضور داشتند و تعهدات مبنی بر عملیات‌های نظامی علیه طالبان داشتند هر چه زودتر عملیات‌های خود را شروع بکنند با هماهنگی با نیروهای امنیتی افغان. کشورها مسئولیت داره که غفلت نکنن و تعهداتی که دادن به او عملی بکنن و دشمنان افغانستان متحدانه با حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی سرکوب بکنن. اما حکومت افغانستان میگوید مصمم است با گروه های هراس افغان به نبرد بپردازد. حکومت میافزاید از کشورهای عضو نشست چهار جانبه نیز توقع دارند تا به تعهداتشان در نشست چهار جانبه عمل نمایند. از تمام راه های بدیل به اونا وارد عمل میشیم به شمول راه نظامی تا اینا نیست و نابود شوند. بنا بر او تصمیمی است که در جلسه ای که در اسلام آباد بود گرفته شده و حکومت افغانستان خواستار عملی شدن این تعهد است. حکومت افغانستان انتظار دارد که تمام اعضای نشست چهار جانبه به فیصله های نشست عمل کرده و در صورت که گروه های تروریستی به پروسه صلح نمیپیوندند از تمام ابزار و امکانات خود در این گروه ها استفاده کنند. در همین حال رئیس مجلس سنا توقف نبرد در کشور را مشروط به خواست آمریکا می‌داند. دنیا امرای پاکستان همکار است. دنیا هدف ما غرب است. امرای پاکستان همکار است با کشتار و کشته شدن مردم افغانستان. متاسفانه اگر نمی بود و نمی شد نظام طالبان با یک 40 روز چپا می‌کرد پاکستان اختار نمی‌داد و پاکستان من حیث یک آپشن نمی‌شناخت. گفتنی است در آخرین نشست چهار جانبه طرفین تا با آن عده از طالبانی که حاضر با قتل رساندن شهروندان بیگناه کشور مخالف با ارزش‌های اسلامی است. شمار از مسئولان دولتی و عالمان دین در ولایت‌های گوناگون کشور مشمول پایتخت در مراسم‌های فاتحه‌خوانی جانباختگان رویداد هراس افغانانه پسین در کابل افزودند شهروندان افغانستان باید در برابر هراس افغانان متحد شوند. در مراسم سوگواری جانباختگان رویداد هراس افغانانه هفته پیش که امروز در کابل برگزار شده بود شماری از مسئولان دولتی و عالمان دین به منظور دعا به ارواح قربانیان این رویداد گرد هم آمده بودند. این عالمان دین حمله های انتحاری را در کشور به شدیدترین الفاظ نکوهش کرده و میگویند ریختن خون انسان های بیگناه در دین اسلام جایگاه شرعی ندارد. چی خود انسان باشه و چی سایر انسان ها باشه او را حرام قرار داده و هیچ نوع مجوز شرعی برای کشتن انسان ها وجود نداره. شریعت کی تاکلی معیارونه نه خکړی دی هغه معیارونه کفر دی د اسلام نه وتلی ارتداد دی. از سوی دیگر والی تخار دیروز در مراسم فاتحه خوانی که به همین منظور از سوی مسئولان و باشندگان آن ولایت برگزار شده بود از باشندگان آن ولایت خواست تا نگذارند مخالفان دولت با دسیسه های طالبانی شان فکر و ذهن مردم را مغشوش ساخته و لانه هایشان را در این ولایت ایجاد کنند. ما برابر تفرقه استاد شویم. ما در برابر فساد باید استاد شویم. در برابر انواع فساد باید استاد شویم. و در برابر هر نوع بسامانی که است نه بگوییم.
گفتنی است که در نتیجه حمله انتحاری و تهاجمی روز سه‌شنبه هفته گذشته بر ریاست رجال برجسته در پل محمود خان شهر کابل 63 تن کشته شدند و بیش از 340 تن دیگر که بیشترین آنان غیر نظامیان بودند زخم برداشتند. خبرهای جهان هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدارش از بریتانیا نسبت به خروج این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داد. رئیس جمهور آمریکا گفت که بریتانیا به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا نفوذ زیادی در سطح جهان دارد و آمریکا به عنوان دوست نزدیک بریتانیا نسبت به جدایی این کشور از اتحادیه اروپا عمیقا احساس نگرانی میکند. آقای اوباما در یک نشست خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا افزود که ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا موجب تقویت روابط واشنگتن و لندن میشود. گروه موسوم با دولت اسلامی اعلام کرده که یک پیلوت سوری را پس از سرنگون کردن جنگنده‌اش در شرق دمشق به اسارت گرفته است. با گفته این گروه، اعظم اید پس از آنکه جنگنده‌اش از سوی پیکارجون گروه داعش هدف قرار گرفت، با فراشد به زمین فرود آمد و اکنون در اسارت این گروه است. دولت سوریه درباره سرنگون شدن این هواپیما به دست گروه موسوم با دولت اسلامی چیزی نگفته است. نمایندگان 175 کشور جهان با حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا پیمان تغییرات اقلیمی که چند ماه پیش در پاریس منعقد شده بود را تایید کردند. با تایید شدن پیمان پاریس، نخستین گام برای عمل ساختن این پیمان برداشته شده است و توقع می رود که موادهای این پیمان به زودی اجرا شوند. چین و آمریکا که مسئول بیشترین حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند، از جمله امضا کنندگان این پیمان بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای اینکه اهمیت این پیمان برای نسل‌های آینده را نشان بدهد، با نواسه کوچکش به نشست حاضر شد و این پیمان را به امضا رساند. و پلیس آمریکا اعلام کرده است که دست کم 8 تن در نتیجه یک رویداد تیراندازی در ایالت اوهایی این کشور کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها در میان کشته شدگان این رویداد 5 فرد بزرگسال و 2 کودک دیده می شوند. جسد های قربانیان در 3 خانه که در یک منطقه قرار دارند پیدا شده است. به نظر می رسد همه قربانیان اعضای یک خانواده هستند. به گفته مقام های پلیس اوهایو، تحقیقات در این مورد ادامه دارد و تا اکنون کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید. رشد صنایع افغانستان در حال رکود قرار گرفته است. مسئولان انجمن صنایع افغانستان میگویند افزایش ناامنی ها، نبود بازار برای فروش تولید فرآورده‌های داخلی، نبود جای مناسب و انرژی برق از عوامل بنیادی رکود کارخانه های تولیدی و همچنان فرار سرمایه‌گذاران بخش صنایع از کشور شده است. نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زیربنایی، نبود امنیت و پشتیبانی نکردن حکومت وحدت ملی از صنعتکاران از بزرگترین چالش‌ها دانسته شده و گفته می‌شود که در حال حاضر از 3000 کارخانه تولیدی در کشور نزدیک به 1800 کارخانه آن از فعالیت باز ماندند. صاحبان صنایع می‌گویند با توجه به وضعیت کنونی در کشور نیاز است تا حکومت برنامه‌های مشخصی را برای پشتیبانی از تولید فرآورده‌های داخلی روی دست گیرد. در غیر آن بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش صنایع از این کشور فرار خواهند کرد. اگر این ادامه پیدا بکند در چند سال آینده افغانستان شاهد سرمایه گذاری هم نخواهد بود، کسی علاقمندی هم نداره که در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و اینجا در آینده یک بوران بیکاری و اقتصادی به میان میاد که در آن زمان این گریبانگیر خود دولت افغانستان خواهد شد. گفتنی های وجود دارد که از چند سال گذشته بدین سو نهادهای زیربط اقتصادی نزدیک به 30 راهکار تشویق سرمایه گذاری را آماده کردند، اما صنعتکاران میگویند تا اکنون این راهکارها تنها برای کاغذ باقی مانده که در صورت عملی نشدن آن سرمایه های کنونی در بخش صنایع نیز از دست خواهد رفت. وزیر اقتصاد و همز پلان جوړم، وزیر د مالیه و همز پلان جوړم، وزیر د تجارت و هم پلان جوړم. یعنی مونږ یو خاص استراتیژی یا خی یو پلان نه لرو چې هغه وزارتونه د دې پلان په مطابق باندې خلکو ته وادي ورکي او خلک سرمایه گذاری وکړي. تر څو پورې چې د افغانستان لپاره پلان جوړ نشي، هیڅ وخت خلک ناراضي په دې بازار کې سرمایه گذاری نه کوي. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای کاریش تاکید کرده بود که پشتیبانی از صنایع داخلی در اولویت برنامه هایش قرار دارد و به تمام نهادهای حکومتی وظیفه داده بود تا در هنگام تدارکات از فرآورده‌های داخلی استفاده نمایند، که به گفته صنعتکاران تا اکنون این کار هم عملی نشده است.
و سرمایه گذاری ها در هرات نسبت به سال پار رشد چشمگیری داشته است. به گفته مسئولان بخش خصوصی هرات، شمار زیادی از بازرگانان کشور علاقمند هستند که سرمایه هایشان را در این ولایت بیشتر از هر زمان دیگر به چرخ بیاندازند. با اینکه در یک دهه گذشته روند سرمایه گذاری در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است، اما در 3 سال پسین این روند با رکود روبرو شده است. تهدیدهای امنیتی و نبود برنامه‌های اقتصادی از سوی دولت از عوامل بنیادی کاهش سرمایه گذاری در کشور پنداشته می شود. در همین حال مسئولان بخش خصوصی در ولایت هرات از رشد سرمایه گذاری در سال روان در این ولایت سخن می زنند. ترانسپورتی، سهولت‌های گمرکی در مجموع بندری بیشتر موجوده. خب مسلماً بعضی از تجار که از سایر ولایت افغانستان هستند اونا علاقمندی پیدا می کنند و می آیند به ولایتی کمتر باشه برای سرمایه گذاری. از سوی دیگر مسئولان اتحادیه صنعتگران هرات می گویند سرمایه گذاریشان را در این ولایت افزایش می دهند و از دولت خواستار توزیع زمین در شهرک صنعتی این ولایت هستند. فعلا تعداد زیادی از دوستان داریم که انتظار توزیع نمرات فاز 4 در شهرک صنعتی داره با پلان و برنامه، یعنی اینکه علاقمندی هست به اینکه در صورتی که حکومت افغانستان اون خواسته های کوچکی که صنعتگران افغانستان دارن اون خواسته ها رو برآورده بکنه که عمده ترین از او امنیت هست، زمین هست و برق. صنعتگر که در هرات فعالیت داریم، همه افراد و دوستایی که با ما از همه ولایت به تماس و ارتباط هستن دوباره یک محیط امن و یک جای سیف برای سرمایه خود هستن که سرمایه گذاری بکنن. اکنون نزدیک به 200 شرکت تولیدی در شهرک صنعتی هرات فعالیت دارند و برخی از سرمایه گذاران به دلیل مبهم بودن وضعیت امنیتی و سیاسی کنونی فعالیتشان را متوقف کرده اند. این در حال است که به تازگی مسئولان گمرک هرات نیز از افزایش درآمد بندرهای این ولایت در مقایسه با سالهای پیش سخن می زنند. به حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور. و این هم چند رویداد ورزشی. رقابت‌های گزینشی فوتبال ساحلی تیم منتخب شهر کابل امروز با جذب 20 چهره برتر به پایان رسید. در فرجامین روز از این رقابت‌ها که بامداد امروز برگزار شد، تیم فوتبال ساحلی جوانان چهاردهی سوم شد. اتفاق امرخیل به مقام دوم دست یافت و افغان کلاب نیز بر سکوی قهرمانی رقابت‌ها ایستاد. در این رقابت‌ها دو تیم فوتبال ساحلی از شهر کابل در دو گروه 5 تیمی از 3 هفته به این سو با هم بر رقابت پرداختند. سرانجام 20 چهره برتر به لیگ دسته الف تیم منتخب فوتبال ساحلی شهر کابل دعوت شدند. خواستم از فدراسیون فوتبالی است که همه یک توجه خاص کنه بر تمام چهره‌های برتر داریم ما در فوتبال ساحلی. تقاضا داریم که همچه بازی‌های فوتسال ساحلی را بیشتر کنند و ما بتانیم رشد بیشتر کنند. در همین حال مسئولان کمیته فوتبال ساحلی تا یک هفته دیگر از راه اندازی رقابت‌های گزینشی لیگ برتر فوتبال ساحلی شهر کابل برای حضور در رقابت‌های ولایتی فوتبال ساحلی خبر می‌دهند. یک هفته بعد ما مسابقات لیگ برتر نیز آغاز خواهیم کرد که دو تیم اول و دوم این مسابقات به لیگ برتر صعود خواهند کرد و در اونجا مسابقات خود را آغاز کرد و در نهایت با مشخص شدن قهرمان و نایب قهرمان ما مسابقات ولایتی را در همین میدان آغاز خواهیم کرد. از سوی دیگر مربیان تیم‌های فوتبال ساحلی از فدراسیون فوتبال می‌خواهند برای با مطرح شدن فوتبال ساحلی در سراسر کشور دوره های آموزشی بیشتر را برایشان فراهم نمایند. فقط مسابقات نمیشه، ما با تمرین خاصی برای ساحلی داشته باشیم که تاثیرگذار باشه بالای بازیکنان و تیم. در پایان این رقابت ها عمران ولی زاده از تیم افغان کلاب با زدن 34 گل عنوان بهترین بازیکن و آقای گل این رقابت ها را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی این رقابت ها تیم فوتبال ساحلی افغان کلاب در ضربات پنالتی 7-6 اتفاق امرخیل را به زانو درآورد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. پس از افغان کلاب اتفاق امرخیل دوم شد و تیم فوتبال ساحلی جوانان چهاردهی 7-5 تیم فوتبال ساحلی همبستگی را در هم کوبید و به مقام سوم این رقابت ها دست یافت. و هفته 35 رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلیس شام امروز با سر دار پیگیری می شود.
در یکی از اساس‌ترین این نبردها تیم فوتبال لیورپول در خانه تا لحظات بعد در حالی از نیوکاسل پذیرایی میکند که در صورت پیروزی در این بازی تعداد پیروزی‌های خود را از 15 پیروزی به 16 پیروزی خواهد رساند. از سوی دیگر نیوکاسل از 15 بازی اخیر خود تنها یک پیروزی، دو شکست و دو مساوی در کارنامه دارد. با تقدیم وضعیت هوای فردای کابل و چند شهر دیگر کشور، خبرها همینجا به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.